ساعت در ایران 1 بعد از ظهر. من محمد غلام ابوالفضل هستم از واشنگتن دی سی با این بخش خبری پیشرو با شما. همزمان با پیام‌های گسترده تبریک برای تولد سارینا اسماعیل‌زاده، جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم برای تولد پیمان منبری جلوگیری کرد. تضاد در آمار فاحش در تعداد کاربران پیام‌رسان روبیکا. وزیر ارتباطات می‌گوید روبیکا 40 میلیون کاربر ماهانه فعال دارد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید کاربران این شبکه به 500,000 نفر هم نمی‌رسد. حمله هوایی اسرائیل به مناطقی در حمص. حسین سوهانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در این حمله کشته شده. و همزمان با ادامه نارامی‌ها در فرانسه، روزنامه سپاه با مقایسه خیزش انقلابی و اعتراضات فرانسه مدعی شده خشونت پلیس عامل تحریک کننده اعتراضات است. سلام بر شما مخاطبان تلویزیون ایران اینترنشنال. امروز 11 تیر ماه، همزمان با سالروز تولد سارینا اسماعیل‌زاده، دختر نوجوان کشته شده در خیزش انقلابی، بسیاری از کاربران فضای مجازی یاد او را گرامی داشتند. شاهزاده رضا پهلوی از چند تن از کشته شدگان خیزش انقلابی مردم نام برده که این روزها سالروز تولد آنهاست. او در حساب کاربری خود نوشته یاد این فرزندان دلیر ایران گرامی و همیشگی است. نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، هم یاد سارینا اسماعیل‌زاده، این نوجوان کشته شده در خیزش انقلابی را گرامی داشته. همینطور علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، با انتشار تصاویری از سارینا اسماعیل‌زاده، این نوجوان کشته شده در خیزش انقلابی، یاد کرده و از فداکاری نوجوانان کشته شده در راه آزادی تقدیر کرده. سلام سارینا جان، میخواستم با این ویدیو تولد تو تبریک بگم. من اینجا با دل شکسته به یادت هستم، بدون که فداکاری که برای راه آزادی انجام دادی واسه من شخصا خیلی ارزشمنده. با اینکه ما هم دیگر رو نمیشناختیم، هیچ وقت هم دیگر رو ندیدیم، ولی بدون که شما، نیکا، محسن، کیان، دلیل های این هستید که ما که چندین هزار کیلومتر از ایران فاصله داریم تلاش میکنیم که جوانای ایران، مردم ایران بتونن به اون آرزویی که تو قلبت داشتی برسن. شهروندان در شهرهای مختلف 11 تیر ماه زادروز سارینا اسماعیل‌زاده را به اشکال مختلف گرامی داشتند. در روزهای گذشته کارزارهای گسترده‌ای میان شهروندان در مورد گرامی داشت زادروز او در جریان بوده. سارینا اسماعیل‌زاده معترض 16 ساله اهل مهرشهر کرج بود که 30 شهریور 1401 در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی با ضربات باتوم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. با هم ویدیوهایی ببینیم که شهروندان ایران اینترنشنال برای ما فرستادند. با سلام، امروز 10 تیر 1402، اینجا پارک شیدگر تهرانه و اومده این فراخان سارینا اسماعیل‌زاده رو بین مردم پخش کنه. برای مهزا و نیکا، برای سارینا که امروز تولدشه و جمهوری اسلامی جونشو گرفت و الان در کنار ما نیست. دنیا بعد اون میکن دار اینجا و این مقابلی از این بودم که تو برمجم رویایی دارم،
شبکه حقوق بشر کردستان از ممانعت از برگزاری مراسم تولد پیمان منبری از کشته شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سنندج خبر داده. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مراسم 26مین سالگرد تولد پیمان منبری قرار بود روز گذشته بر سر مزار او برگزار شود که به دلیل تهدید و فشار اداره اطلاعات لغو شد. پیمان منبری 16 مهر ماه سال گذشته در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مراسم پیمان منبری در خانه مادری او برگزار شد. فاطمه حیدری، خواهر معترض کشته شده جواد حیدری، در توییتی به این موضوع واکنش نشان داده. به نوشته فاطمه حیدری، نه تنها اجازه حضور بر مزار پیمان منبری به خانواده او داده نشده، بلکه به خانواده او حتی حق گفتند که حق ندارید در خانه خودتان برای پیمان تولد بگیرید. در ویدئویی که به ایران اینترنشنال رسیده، شهروندی بر مزار پیمان منبری و شماری از کشته شدگان خیزش انقلابی حضور پیدا کرده و یاد آنها را گرامی داشته. امروز دوام تیر ماه زادروز پیمان منبری، پیمان جان روحت شاد، راهت ادامه دارد. و اینجا سارینا ساعدی عزیز، مهربانوی ایرانی، روحت شاد سارینا جان. و رامین فاتحی عزیز، روحتون شاد. و عزیز مرادی، از دوستانمون که در نیسر سنندج به ضرب گلوله کشته شد. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید. آقای مهدوی آزاد، اکثر کشته شدگان این انقلاب، این خیزش انقلابی، نوجوان‌ها هستند. این چه حکومتی است که ادعای اقتدار میکنه و در برابرش نوجوان‌های 16 ساله 17 ساله هستند و اونها رو میکشه؟ تحلیلتون چیست در این باره؟ بله، سارینا اسماعیل زاده 11 تیر از سال 85 به دنیا اومده. میدونید، یعنی نه تنها انقلاب یادش نیست، انقلاب 57، نه تنها چیز به نام اصلاحات سال 76 یادش نیست، حتی یک سال بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سر کار اومده. میدونید، موقعی که وارد مدرسه شده مثلا اول دبستان، دولت روحانی سر کار بوده. اینها در واقع نسل جدید، نسل نو ایران هست، کاملا هم در فضای جمهوری اسلامی بودن، نه غرب نه شرق، نه نمیدونم چپ نه راست، اصل مردم ایران، صدای مردم ایران. مهمتر از اون واکنش اجتماعی رو نگاه کنیم. ببینید، بود سال 1332، 16 آذر 1332 توی دانشگاه تهران تجمع بود علیه سفر ریچارد نیکسون، 3 کشته شدن، شریعت رضوی، قنچی و بزرگ نیا. از اون زمان مردم هم اسمشون یادشون هست، اون روز گذاشتن 16 آذر. جامعه نماد میسازه، میگه واکنش مهمی است. نماد سال 1998 پویا بختیاری بود، رویترز میگه 1500 نفر کشته شدن، ولی پویا بختیاری اون جامعه میکنه نماد، حالا به خاطر دلایل مختلف. سال 98 ندا آقا سلطان شد نماد. الان شما میبینید جامعه مرتب داره نماد میسازه، منتها یه فرق داره با تمام سالهای گذشته، و اینکه این فرایند نمادسازی بی نهایت اجتماعیه. یعنی شما شهروندان میبینید اصلا وصل به این جنایی نیستن، اصلا هیچ محرکی ندارن جز قلبشون، جز جوشش درونیشون، و میرن پای مزارش ویدیو پر میکنن، گل میخرن. برای شما درگیر یه فرایند اجتماعی هستید. اینجا سوال شما رو جواب میدم.
این حکومت رو فقط مقایسه نکنید با نوجوانانی که کشته شدن. درسته خیلی تراژیکه، وجه تراژیکه و خب خیلی سوزناکه، منتها اتفاقی که افتاده باز خیلی بزرگه. تمام جامعه انگار یک طرف و مقابلش حکومت مستبدی که زبان نفهم هم هست، مجموعه بدیهای قاجاری صفوی قبل و بعدش همه رو جمع کرده طرف دیگه. شما جامعه رو میبینید که حالا برای اینکه خودش رو پیدا بکنه نمیره رجال، چهره های شاخص، اونهایی که میشناسه، شاعران، نویسندگان 60 ساله ها رو برداره نماد خودش بکنه، میاد جوان ها رو نماد میکنه و این پیام جامعه ایست که در واقع زندگی ازش دریغ شده. انگار اصلا با بزرگداشت سارینا انگار آدمای همسن من دارن میگن که حالا ما نتونستیم زندگی بکنیم، شما برید زندگی بکنید. برای من بذارید اینجوری بگم، این حکومتی نیست که فقط جوان 16 ساله رو میکشه، حکومتی که مقابل زندگی، حق زندگی، اصل زندگی، عشق ورزی، مقابل همه اینها ایستاده. آیه مهدوی آزاد، به این نکته اشاره کردید که قابل توجه بود، اینکه افرادی که متعلق به هیچ جناحی نیستند در مورد خانواده های دادخواه، پدرها، مادرها و حتی شهروندانی که به دادخواهی برخواستند، افرادی هستند که هیچ سابقه سیاسی، فعالیت مدنی ندارن ولی امروز تبدیل به یک مبارز شدن. تحلیلتون در این باره چیست؟ همین هست که آدم مثل من قانع میکنه که شما با یک از اصیل‌ترین جنبش‌های شاید یک قرن اخیر ایران مواجه هستید. ببین البته من میگم با جناحی منظورم نیست گرایش ندارن، شاید یکی نمیدونم جمهوری خواه باشه، شاید یکی مشروطه خواه باشه، من گرایششون اصلا نمیخوام این کار بکنم، همین زیباییشون هم مثلا به همین گرایششون هست، منتها همین در واقع تنوع بسیار و بعد حمایت‌های بسیار متنوع و رنگارنگ و بسیار بطنی جامعه از اینها، نمادها، کشته شدگان، خانواده‌هاشون و بعد حضور بسیار پررنگ نیروهایی که به صورت کلاسیک نیروی سیاسی محسوب نمیشن، همین شما رو قانع می‌کنه که شما با یک جنبش، با یک انقلاب کاملا اصیل ایرانی مواجه هستید. این خزعبل که علی خامنه‌ای میگه 18 تا کشور دخیل بودن، سرویس‌های اطلاعاتی، کجا CIA، نمیدونم اینتلیجنس سرویس با سارینا کجا میتونسته حرف بزنه، اصلا چی میتونسته بگه، چه رابطه ایدئالکتیکی بین مسئله‌ای به نام امنیت اطلاعات با دختر پسری که می‌خواستن زندگی بکنن وجود داره. این غیر سیاسی بودن یه پیام دیگه هم البته داره و اون هم اینه که واقعا راستش رو بخواید بخش بزرگی تقریبا تمام نیروهای سیاسی داخلی، منافقان داخلی و تقریبا اکثریت نیروهای سیاسی خارج کشور، اینا در جذب اجتماعی، در جلب همسان کردن جامعه، در اینکه بتونن در واقع یک همصدای بزرگ تشکیل بدن، حالا به هر طریقی شکست خوردن. شاید به همین خاطر هم هست بخشای مختلف جامعه، جوانها میتونن احساس تکلیف میکنن. شما این شاهد جوشش قهرمانهایی هستید، چه به قهرمانی که تا پیروز هیچ چیز ازش نمیدونستید، خودش هم فعالیتی نمیکرده ولی یه ناگهان میبینید مثل رستم گرز دستش گرفته و چقدر شیوا زیبا داره حرف میزنه و چقدر شجاعانه داره صحبت از حقوقش میکنه. این جوشش اجتماعی جامعه است که زندگی ازش دریغ شده به خاطر انسداد سیاسی، نخبگان فعالانش هم نتونستن جامعه رو رهبری بکنن، مجموع شرایط جامعه رو در درون در بطن یک انسداد سیاسی به یک آتش فشان تبدیل کرده که هر لحظه یک قسمتش در واقع فوران میکنه. بله ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. سعید ارکانزاده یزدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی، هشدار داده وضعیت کنونی اینترنت ایران همچون ماجرای گشت ارشاد میتواند آتش خشم اجتماعی را دوباره شعله ور سازد. ارکانزاده یزدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به محدودیت‌های اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌های جهانی، حس نارضایتی و تحقیر شدن کاربران اینترنت را با عملکرد گشت ارشاد مقایسه کرده و نوشته این اینترنت داد صاحبان صنایع و کسب و کارها، دانشگاهیان، دانش آموزان و هنرمندان را درآورده و اگر وضعیتش به همین منوال پیش برود، تلمبار خشم و عصبیتی که تولید می‌کند محدود به فضای مجازی نخواهد ماند و به فضای عمومی و فیزیکی هم سرریز خواهد کرد. اما در حالی که وزیر ارتباطات دولت رئیسی میگوید پیام رسان داخلی روبیکا 40 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته شمار کاربران این شبکه داخلی پیام رسان به 500,000 نفر هم نمیرسد. در پی تلاش سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کاربران مشهور در جامعه مجازی برای تعیین مالیات، مهدی موحدی گفته کاربری که به عنوان اینفلوئنسر شناخته و مشمول مالیات شود در این پیام‌رسان نیست و به طور عمده این افراد در اینستاگرام هستند. روبیکا یکی از پیام‌رسان‌های داخلی است که پس از فیلتر کردن سرویس‌های جهانی پیام‌رسان در ایران با حمایت‌های دولتی به راه افتاد، اما کاربران ایرانی
به طور عمده به این قبیل سرویس‌های داخلی به دلیل عدم یقین به حفظ حریم شخصی توسط آنها تمایلی برای استفاده از خود نشان ندادند. در همین رابطه همراه هستیم با همکارم علی شیرازی که از لندن به ما پیوسته. علی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی همونطور که در خبر آمده بود گفته روبیکا 500 هزار کاربر هم نداره. چرا مردم از پیوستن به این پیام رسانه ها که عموما هم حمایت دولتی به همراهشون هست خودداری میکنن؟ خب درست میگی، در یک مملکت 85 میلیون نفری بر اساس این گزارش تنها 500 هزار نفر در واقع عضویت این شبکه رو دارن. این هم من فکر میکنم صحبت های آقای رئیس سازمان امور مالیاتی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی موثق‌تره، چرا که اینها به دنبال شناسایی افرادی هستن که در این فضاها در واقع فعالیت میکنن که از اونا پول بگیرن. بنابراین وقتی میگه 500 هزار نفر اونجا فعالیت دارن، در واقع همون 500 هزار نفره و این نشون دهنده عدم اعتماد مردم به حکومته و به در واقع نرم افزارهایی که حکومت میسازه و در اختیار مردم قرار میده. دلیلش هم این هست که جمهوری اسلامی همه میدونن دشمن شماره یک اینترنت و دشمن شماره یک تبادل اطلاعات آزاد است. شما می‌بینید در هر حادثه اجتماعی که پیش میاد، از اعتراضات گرفته تا مشکلات صنفی، هر چیزی که پیش میاد اولین کاری که میکنه اینترنت رو قطع میکنه و این یکی از در واقع انتقاداتیه که شما هم تو خبر بهش اشاره کردید. حالا این حکومت خودش میاد یه سری نرم افزار تهیه میکنه، مثل همین روبیکا که ما همین اخیراً گزارش‌هایی رو داشتیم که این نرم افزارها در واقع نرم افزارهای جاسوسی از مردم هستن، یعنی حکومت با طراحی اونها در اختیار قرار دادنشون برای مردم و وقتی مردم اونها رو نصب می‌کنن روی تلفن‌های همراه خودشون، میتونن به محتوای گفتگوهای اونها، تماس‌های اونها، دفترچه تلفن اونها و حتی حساب‌های بانکی اونها نظارت داشته باشن. و خب معلومه مردمی که به این حکومت اعتماد ندارن و میدونن که در واقع همه کارش، یعنی وقتی در تمام کارهای حتی خصوصی ترین مسائل مردم دخالت میکنه و سعی میکنه اونها رو کنترل کنه، طبیعتاً نرم افزارهایی هم که میسازه در همین راستا هست، برای اینکه بتونه کنترل بیشتری روی مردم داشته باشه، بتونه اونها رو در واقع رصد بکنه که ببینه چه چیزهایی رو میگن، چه چیزهایی رو منتشر میکنن و به اون واسطه بتونه با اونها برخورد کنه. مردم هم اینو میدونن و گفتم در یک مملکت 85 میلیون نفری تنها 500 هزار نفر به این نرم افزار در واقع روی خوش نشون دادن، که همین نشون میده که حتی طرفداران خود حکومت هم به حکومت اعتماد ندارن که بخوان از نرم افزارهای ساخت خود جمهوری اسلامی برای تبادل پیام‌ها و ارتباطاتشون استفاده بکنن. علی، موضوع دیگه این هست که یک طنز تلخی در جریان در ساختار جمهوری اسلامی که اینترنت رو برای مردم میبنده، مردم حتی نمیتونن یک سرچ ساده در گوگل بکنن، اون وقت تبلیغ میکنه که از پیام رسانه‌های ما استفاده بکنید. تعلیق در این خصوص چیه؟ به هر حال راه کسب درآمد برای حکومت هم هست. ما یک گزارشی داشتیم همین دیروز، من خوندم که در یک ماه حکومت بیش از 25 هزار میلیارد تومان از فروش فیلتر شکن درآمد داشت. از طرف دیگه می‌بینید همین سخنگوی سازمان امور مالیاتی دنبال اینه که ببینه اینفلوئنسرها چقدر از طریق اینترنت درآمد دارن که از اونها مالیات بگیره. یعنی در واقع بحث مالی برای جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف میخواد با راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در واقع جلوی دسترسی آزاد مردم به اینترنت جهانی رو بگیره و از طرف دیگه خب نمیتونه از این درآمد کلانی که به واسطه فروش فیلتر شکنها در واقع درآمد داره یا به واسطه مالیاتی که میخواد از فعالان اقتصادی در حوزه اینترنت بگیره چشم پوشی کنه. بنابراین مجبوره که ضمن عرضه در واقع نرم افزارهایی مثل همین روبیکا که میتونه باش مردم رو کنترل کنه، در واقع در اینترنت حضور داشته باشه، اون درآمده رو کسب کنه و از طرف دیگه بتونه مردم رو هم در واقع کنترل کنه و بر اونها نظارت داشته باشه. ممنونم از تو علی شیرازی که ما رو همراهی کردی. همزمان با گسترش نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری در ایران، پلمپ واحدهای صنفی به بهانه رعایت نکردن شؤونات اسلامی ادامه دارد. بر اساس آخرین لیست منتشر شده از سوی اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی هرمزگان، کافه ونیز، کافه لیان، کافه چوبی و کافه دوچرخه همچنین یک باشگاه بدنسازی در بندر عباس پلمپ شدند.
کافه جاز در تهران و کافه نقطه که به تازگی در مشهد افتتاح شده بود هم به دلیل رعایت نکردن آنچه شؤونات اسلامی نامیده شده پلمب شدند. پلمب واحدهای صنفی در حالی همچنان ادامه دارد که حقوقدانان در داخل کشور بارها بر غیرقانونی بودن این اقدام تاکید کرد. اما دادگاه تجدید نظر استان گیلان، همایون خانلری شهروند بهایی ساکن رشت با تایید حکم اولیه او را به 2 سال زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال و پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده. خانلری به دلیل آموزش کودکان بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و فعالیت آموزشی مغایر با شرع اسلام متهم شده. همچنین از دیگر اتهامات منصوب به این شهروند بهایی در دادنامه به گفته آنها برهم زدن امنیت کشور و براندازی نظام شیعه در اعتراضات اخیر بوده. اسخایی میکنم. روزنامه اعتماد از پیامدهای خسارتبار اقتصادی و محیط زیستی احداث 3 کارخانه سیمان در نزدیکی روستای ویدر در استان مرکزی گزارش داده. در این گزارش میدانی از نگرانی اهالی و کشاورزان این روستای کم آب نوشته شده که در صورت راه اندازی کارخانه همین میزان آب هم از آنها دریغ می شود. اعتماد نوشته بر اثر فعالیت 2 کارخانه پیشین در این منطقه ارتفاع گیاهانی که زمانی 50 تا 60 سانتی متر بوده حالا به 15 سانتی متر هم نمی رسد. این گزارش به وجود روابط ناسالم در احداث کارخانه 3 سیمان در این منطقه و مغایرت با ضوابط محیط زیستی اشاره کرده. رئیس محیط زیست شهرستان زرندیه گفته مخالفتشان را به صراحت به مجموعه اعلام کرده بودند. پیکر فریما فرجامی، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، روز سه‌شنبه 13 تیر از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع می‌شود. فریما فرجامی هنرپیشه پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران، متولد تهران و دانش آموخته دانشگاه هنرهای دراماتیک بود. این هنرمند سینمای ایران روز جمعه پس از طی یک دوره بیماری در 71 سالگی درگذشت. اما همزمان رضا دورمیشیان، نویسنده و کارگردان سینما، در صفحه اینستاگرامش ویدئویی از آخرین جشن تولد فریما فرجامی منتشر کرده و نوشته آخرین آرزوی فریما فرجامی زندگی زیباتر در کنار همه آدم‌های خوب دنیا بود. به امید روزهای بهتر، زندگی زیباتر در کنار بهروز وثوقی، سعید راد، داریوش ارجمند، ابی گوگوش، فریدون فرخزاد، فاطمه معتمدآریا، رخشان بنی‌اعتماد، شادمهر عقیلی دیدی و همه آدم‌های خوب دنیا. به افتخارش. یادش گرامی. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی میگوید تغییر رابرت مالی پیامی به ایران در خصوص مذاکرات رفع تحریم هاست. این در حالی است که رابرت مالی در پاسخ به پرسشی که در نامه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، درباره تحقیق از دسترسی‌های امنیتیش مطرح شده، گفته مشتاقم بدانم بررسی وزارت امور خارجه درباره چیست و همانطور که از ابتدا گفتم آماده همکاری کامل با آن هستم. به گفته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، حسین سوهانی از فرماندهان سپاه در حمله اسرائیل به هومس در سوریه کشته شده. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته در این حمله 4 نفر هم زخمی شدند. یک مقام نظامی سوری با تایید این حمله گفته موشک‌های اسرائیل به اهدافی در جنوب این کشور اصابت کردند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل هم به رسانه‌های این کشور گفته حمله به سوریه واکنشی به حمله موشکی روز گذشته این کشور به شمال اسرائیل بوده. همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، برامون بگو از اون چه که بیشتر منتشر شده در این مدتی که با تو بودیم و به تو برگشتیم در رسانه‌های اسرائیل.
ابهام در این که شخصی که در حمص دیروز کشته شده در حمله جنگنده هایی که به اسرائیلی چه کسی بوده هنوز ادامه داره، در حالی که پیش از این نام این فرد حسین سوهانی اعلام شد. دقایقی پیش سایت سابرین نیوز کشته شدن این فرد را تکذیب کرد و گفت اصولا همچین شخصی وجود نداره و همچین اتفاقی نیفتاده. اما آنچه که معلوم هست و حقیقی هست در حال حاضر این هستش که حمله بزرگی دیشب جنگنده های اسرائیلی در حدود ساعت 12 شب از شمال شرق بیروت به چندین هدف در حومه شهر حمص انجام دادن. به گفته خود سوریه، پدافند هوایی سوریه اکثر موشک های اسرائیلی را در هوا رهگیری کرده و خساراتی به بار نیومده. همزمان در همان حال یک صدای انفجار بزرگی در داخل اسرائیل هم شنیده شد که به گفته مقامات اسرائیلی حاصل از موشک ضد هواپیمای S-200 که توسط سوریه به جنگنده های اسرائیلی پرتاب شده و به اونها اصابت نکرده به وجود اومده. این سامانه های ضد هوایی هستش که روسیه به سوریه در اختیار سوریه قرار داده و چالش های بزرگی را برای اسرائیل به همراه آورده. این قطعاتی از این موشک حدود 400 کیلومتر را در آسمان اسرائیل رد میکنه و در جنوب اسرائیل، یعنی از شمال تا جنوب اسرائیل ادامه داشته و در بالای شهر رهد یکی از شهرهای عرب نشین اسرائیل منفجر میشه و قطعات اون و در این شهر فرود میاد که خسارات و تلفاتی را در اونجا به جا نگذاشته. سازمان حقوق بشر سوریه هم امروز اعلام کرد که در این حمله هوایی 5 نفر مورد اصابت قرار گرفتند، 4 نفر زخمی شدند و 1 نفر هم در این حمله کشته شده. همانطوری که گفتم در رابطه با هویت این فرد ما منتظر هستیم که از منابع رسمی در ببینیم که واقعا این شخص آیا حسین سوهانی بوده یا کسی دیگر بوده. در هر حال حملات اسرائیل به سوریه در ماه‌ها و هفته‌های گذشته همچنان ادامه داره. هدف اصلی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انتقال اسلحه از جمهوری اسلامی به سوریه و مسائل دیگری هستش که اسرائیل در داخل سوریه دنبال میکنه و به ویژه حزب الله لبنان و گروهایی که بر علیه اسرائیل از داخل سوریه عمل میکنن. این حملات هوایی همچنان ادامه داره و باید منتظر بود و دید که آیا این چالش هایی که برای اسرائیل به وجود اومده در رابطه با سامانه های پدافند هوایی تا چه حد خطرساز است، زیرا اگر یکی از این سامانه ها و موشک ها به یکی از جنگنده های اسرائیلی برخورد بکنه و یا حتی در داخل اسرائیل فرود بیاد و تلفاتی به جا بگذاره واکنش اسرائیل بدون شک شدید خواهد بود و تنش در منطقه را بالا خواهد برد. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو که ما رو همراهی کردیم. بله، همونطور که شنیدید در پی حمله موشکی اسرائیل به حمص یکی از شهرهای سوریه 4 نفر زخمی و یکی از فرماندهان سپاه کشته شده که رسانه ها در مورد نام او گمان زنی هایی کردند که گفته شده سابر نیوز تکذیب کرد که او حسین سوهانی است، اما یکی دیگر از رسانه های سپاه عنوان کرده که او حسین سوهانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران بوده. به سراغ مهمان بعدی برنامه بعدیمون خواهیم رفت، رضا طالبی روزنامه‌نگار از ترکیه که با ما همراه شده. آقای طالبی خیلی خوش آمدید. آقای طالبی، این حمله به نظر میرسه که تنش‌ها بین سوریه و اسرائیل داره بالا میره و در پی اون حمله هوایی که دیروز به یکی از جنگنده‌های اسرائیل شده، تحلیلتون چیست از این اتفاقات؟ سلام عرض ادب خدمت شما. ببینید، خب از 2013 تقریبا حملات و درگیری های بین اسرائیل و سوریه به صورت خاص ادامه پیدا کرد که اسرائیل اینها رو مسئولیتش رو بر عهده نمی گرفت، که از 2015 به ویژه پس از مسئله حمله به پالمیرا اسرائیل مسئله و مسئولیت ها رو بر عهده گرفت. آنچه که ساعت 2 بامداد
قسمت هایی از شهر حمص، یعنی الدر الکبیره در جنوب حمص و همچنین روستای النجمه که محل استقرار نیروهای حزب الله و انبارهای حزب الله هست، به ویژه پایگاه ترتوس در روستای القدموس مورد اصابت موشک های و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. مهمترین مسئله اینجا بود که در این حمله که تقریبا میشه گفت که 19 حمله اسرائیل در سال 2023 در عرض 6 ماه هست، وقتی که موشک S-200 شلیک میشه، این موشک تقریبا با فاصله تقریبا 415 کیلومتر بدون اینکه رهگیری بشه در شهر رهات فرود میاد و این نشان از این میده که چرا در برخی از موارد آژیرهای هشدار به صدا در نیامد، اگرچه اسرائیل خب به این موضع شلیک کرده و این موشک رو هم رهگیری کرده، اما چنانکه شما هم اشاره کردید یک فروند هواپیمای الال هم مجبور شده که در فرودگاه بنگوریون فرود بیاد. آنچه که مشخصه جدای از این خطوط ارتباطی که مشخصا کمک‌های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به سوریه و حزب الله هست، در این روزها تشدیدتر شده و حتی امروز یک نیروی سپاه پاسداران به گزارش برخی از منابع سوری در جاده دیرالزور مورد اصابت مین قرار گرفت که ملیتش یا یک ملیت سوری است و وابسته به سپاه قدس است. مسئله و تحرکات حزب الله لبنان هست. حزب الله لبنان امروز در شمال حلب به ویژه در درگیری هایی که با هیئت تحریر شام، گروه تروریستی هیئت تحریر شام داشته در جنوب ادلب و همچنین مسئله کفر شوبا و آنچه که مدعی شده اسرائیل که خب نزدیک بیش از 30 متر در داخل خاک اسرائیل اینها چادرهایی رو زدن و این چادرها تلاش میشه با استحکامات به عنوان سام 8 و سام 22 که به ویژه در دو سال اخیر به حزب الله انتقال داده شده، حالا مشخص نیست از سوی روسیه بوده و یا جمهوری اسلامی ایران، این تحکیمات و استحکامات بیشتر بشه و خطراتی است که از سوی منطقه کفر شوبا علارغم قطعنامه 1071 که شورای امنیت داره انجام میشه و مشخصا تلاشی که اینجا اسرائیل انجام میده مشخصا خود سوریه نیست، بلکه کانال های ارتباطی است که جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنه از موقعیت متشنج سوریه و حمایت بشار اسد به نوعی حزب الله لبنان رو در مقابل اسرائیل مجهزتر بکنه و شاید در آینده اقداماتی که از سوی حزب الله از سوی شمال اسرائیل قرار هست انجام بده پیشگیری هایی است که امروز اسرائیل داره در مقابل اون اقدام. آقای طالبی ممنون شما اگر کوتاه پاسخ بدید که به عقیده شما آیا جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش در این منطقه است با توجه به اینکه روز گذشته اون اتفاقی که افتاد و حمله موشکی سوریه به خاک اسرائیل؟ ببینید جمهوری اسلامی ایران خب در شرایط قرار داره که خب عنوان میشه که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که یک برجام منطقه‌ای رو امضا بکنه و تلاش بکنه که کشورهای عربی نزدیک بشه به همچین مسائل هستی، اما آنچه که مشخص است جمهوری اسلامی ایران در این منطقه داره تفویض اختیار میکنه به نیروهای نیابتی و تلاش داره با عدم مسئولیت پذیری و سلب مسئولیت از خودش به نوعی عنوان بکنه که حزب الله لبنان و سایر نیروهای نیابتی در مقابل اون آرمان به اصطلاح مبارزه با اسرائیل به صورت فردی دارن این کار اقدام ها رو انجام میدن و فکر نکنم که جمهوری اسلامی ایران مسئله ای که به نام اسرائیل داره رو و هدف اون هم هست که متاسفانه نابودی اسرائیل هست این رو کنار بگذاره و همیشه از این اهرم ها استفاده کرده که به نوعی اسرائیل و به ویژه در کنار اون در حاشیه غرب رو تحت فشار بیارن. ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار. سپاس. در پنجمین شب از نارامی‌ها در فرانسه پلیس این کشور اعلام کرده با بازداشت بیش از 700 نفر دیگر تعداد بازداشت شدگان به بیش از 2000 نفر رسیده. به گزارش رویترز روز گذشته و همزمان با مراسم خاکسپاری نوجوان کشته شده به دست یک افسر پلیس 45000 نیروی پلیس در بسیاری از شهرهای فرانسه مستقر شدند. نارامی‌ها در روز گذشته از شدت کمتری برخوردار بوده. همزمان اما همچنان تنش‌های پراکنده‌ای در مرکز پاریس و در شهرهای مدیترانه‌ای مارسی، نیس و شهر شرقی استراسبورگ وجود داشته که پلیس به سوی تجمع کنندگان گاز اشک‌آور شلیک کرده. در چند منطقه در حومه پاریس هم وضعیت اضطراری اعلام شده و که کشته شدن نوجوان اهل نانتر در حومه پاریس که 5 روز پیش با شلیک یک افسر پلیس به قتل رسید سبب آغاز نارامی‌ها در این کشور شده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران با مقایسه اعتراضات فرانسه و خیزش انقلابی ایرانیان نوشته خشونت پلیس فرانسه موجب گسترش اعتراضات شده. روزنامه جوان همچنین با یک نقل قول جعلی از رئیس جمهور فرانسه نوشته مکرون رسانه‌های اجتماعی را
عامل مستی و آشوبگر شدن جوانان خوانده. این در حالی است که مکرون با اشاره به استفاده معترضان از پیام‌رسان‌ها برای هماهنگی اعتراضات خواستار حساسیت بیشتر رسانه‌های اجتماعی و حذف محتوای خشونت‌آمیز شده بود. همراه هستیم با نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. نیلوفر، برام بگو از خبرهای تازه از نارامی‌ها. بله، دقیقا نارامی ها همطور که اشاره کردین کمی فروکش کرده، ولی به نظر میرسه یک آتش زیر خاکستره که هر لحظه میتونه دوباره شعله ور بشه و افزایش پیدا بکنه. به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه دولت فرانسه همچنان نگرانی های خودش رو داره. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که روز جمعه سفرش به بروکسل رو خیلی زودتر از اون چیزی که قرار بود انجام برگرده نیمه کاره در واقع رها کرد و به پاریس برگشته بود، حالا سفرش به آلمان رو هم کنسل کرده. قرار بود امروز به آلمان بره تا سه شنبه، ولی گفته به دلیل شرایط فعلی کشور این سفر رو به تأخیر میندازه. قرار هست که رئیس جمهوری فرانسه با حضور نخست وزیر، وزیر کشور و همینطور وزیر دادگستری فرانسه بعد از ظهر امروز ساعت 7:30 جلسه اضطراری دفاعی رو تشکیل بدن در کاخ الیزه برای بررسی وضعیت. میدونیم یکی از دلایلی که حالا این اعتراض‌ها دامنش کمتر شده یا شدتش توی این شب گذشته، دلیلش حضور بیش از حد نیروهای امنیتی و جلوگیری اونها از تشکیل این تجمعات بوده. از 2000 نیروی پلیس در شب اول به 45000 نیرو رسیده در شب گذشته. بازداشت‌ها هم افزایش پیدا کرده، اشاره کردیم به بیش از 700 نفر دستگیر شدن و همونطور که وزیر دادگستری هم گفته بود اونها خیلی سریع در مقابل دادگاه قرار میگیرن. معمولا به این سرعت جلسات محاکمه اونها آغاز نمیشه، ولی گفته که برخورد میشه حتی با کسانی که فیلم های این در واقع تجمعات یا خشونت ها رو منتشر میکنن در رسانه های اجتماعی، چون خیلی از این نوجوان ها که در این خشونت ها شرکت میکنن با شادی فیلم میگیرن از اون و در واقع اون رو در رسانه های اجتماعی هم منتشر میکنن. حمله شده شب گذشته به خانه شهردار یکی از مناطق حاشیه‌ای پاریس در جنوب پاریس، در حالی که خود او در شهرداری این منطقه بوده و برای اینکه حمله نشه به شهرداری، شهرداری رو با نرده‌ها و حتی سیم‌های خارداری محافظت کرده بوده. به همین دلیل معترضان به خانه او که همسر و دو فرزند خردسالش در اونجا بودن حمله کردن. این اتفاق باعث واکنش‌های بسیاری در فرانسه شده، اینکه حالا به شهرداران یا افراد سیاسی هم داره حمله میشه و تقریبا متفق القول از راست و چپ این حمله رو همه محکوم کردن و امیدوارن که در واقع چنین اتفاقاتی بعد از این تکرار نشه. ولی خشم و ناراحتی و در واقع نارضایتی همچنان در اقشار مختلف جامعه فرانسه ادامه داره و می‌بینیم که حالا نوجوانان هم به اون پیوستند. البته برخی مناطق فرانسه برای اینکه جلوگیری بکنن از این نارامی ها، رفت و آمد این نوجوانان رو از یک ساعتی در بعضی مناطق ممنوع کردن، همینطور بعضی مناطق رفت و آمد وسایل حمل و نقل عمومی رو هم از ساعت 9 شب به بعد تعطیل کردن. میبینیم که این خشم و نارضایتی ادامه داره. یک بخشش ناراحتی و ناراحتی از دست پلیسه که گروهی معتقدن خشونتش توی این سالهای گذشته بیش از قبل شده. همینطور معتقدن که افرادی که در نیروهای پلیسن در بینشون افراد نژادپرست بیشتر، رفتار در واقع تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه انجام میدن. به غیر از اون نارضایتی ها، فقر اجتماعی، احساس طرد شدن در بین نوجوانان که به خصوص در حاشیه شهردار دارن زندگی میکنن در فرانسه بیشتر شده که به این در واقع خشونت ها داره دامن میزنه. ممنونم از تو نیلوفر با توضیحات کاملت. روسیه پس از وقفه 12 روزه حملات پهپادی شبانه به کیف پایتخت اوکراین را از سر گرفته. یک مقام نظامی اوکراین صبح امروز اعلام کرده در پی این حملات که مناطق نظامی کیف را هدف قرار داده، سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین همه پهپادها را منهدم کردند. در همین حال رسانه‌های روسیه گزارش دادند که حملات پهپادی این کشور به اوکراین مناطقی را در کیف مورد اصابت قرار داده، اما از تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست.
علاوه بر کیف، مناطقی در مرکز و شرق اوکراین هم برای ساعتی تحت هشدار حمله هوایی قرار داشتند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه را بر عهده گرفته. آنکارا می‌گوید ترکیه در 6 ماه آینده به صلح و ثبات و مراودات گسترده اقتصادی در منطقه دریای سیاه تلاش خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه بیش از 30 سال پیش در استانبول ایجاد شد و هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و جلوگیری از تنش میان اعضای این سازمان را پیگیری کرده. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش که از استانبول به ما پیوسته. نرگس، برام بگو که انتخابات دوره‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه چگونه انجام میشه اساساً و چقدر بر کاهش تنش‌ها در این منطقه تأثیر خواهد داشت فکر می‌کنید؟ خب این سازمان 13 عضو داره که این اعضا به گونه دوره‌ای هر 6 ماه از میانشان انتخاب میشه و حالا پس از سربستان که از اول جنوری مسئولیت این سازمان را بر عهده داشت، این مسئولیت را به ترکیه واگذار کرده و در 6 ماه آینده قرار است که ترکیه مسئولیت سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه را داشته باشه. سازمان که 31 سال پیش در استانبول ایجاد شد و هدف اصلی این سازمان برقراری حسن همجواری و دوستی میان اعضا و در عین حال تلاش برای گسترش مراودات اقتصادی بین 13 عضو این سازمان بوده و یکی از اهداف دیگری که گفته شده برخی از کشورها به شمول ترکیه که عضویت اتحادیه اروپا را ندارند هم محسوب میشه و این کشورها به شمول ترکیه در تلاش این بودند که با ایجاد این سازمان زمینه ها برای رسیدن به عضویت اتحادیه اروپا را برای خودشان فراهم کنند. عضوهای این سازمان کشورهایی هستند که اغلبشان در حال حاضر در حال تنش با یکدیگر هستند، مثل اوکراین و روسیه و یا هم آذربایجان و ارمنستان و حتی ترکیه که در حال حاضر در مرزهای زمینیشان به شدت در تنش هستند. اما این سازمان کمک کرده که در مرز آبی این تنش‌ها کاهش پیدا کنه با توجه به توافقی که 31 سال پیش انجام دادن و با این توافق در تلاش هستند که همکاری‌های اقتصادی را گسترش بدن. ایران هم یکی از کشورهایی است که از کشورهای شریک در گفتگوها عنوان میشه در این سازمان، یعنی اینکه یک قدم برای عضویت در این سازمان فاصله داره، اما با توجه به اینکه در سالهای گذشته ایران تلاش‌های گسترده‌ایش برای پیوستن به این سازمان کرده، هنوز هم عضویت نگرفته و به عنوان کشوری هست که هر ساله در اجلاس‌های این سازمان شرکت میکنه و به نحوی تلاش میکنه که در مراودات اقتصادی این کشورها سهم خودش را داشته باشه. قرار است که این سازمان در ماهای آینده که مسئولیتش به دوش دولت ترکیه هست، آنکارا و وزارت خارجه اعلام کرده که تلاش‌هایش را گسترش بده برای اینکه تقویت به بخش صلح و ثبات را در منطقه دریای سیاه. ممنونم از تو نرگس هورخش. از شما ممنونم که ما رو همراهی کردید. روز شنبه در شهر سئول پایتخت کره جنوبی رژه افتخار جامعه LGBTQ برگزار شده. این رژه با هدف دیده شدن تنوع جنسیتی در این کشور تدارک دیده شده. از شما تشکر می‌کنم. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران شما باز خواهم گشت. به بخش زنده خبری.